آی پی ها از نظری که میخوان کجا کار بکنن، گوش بده، کجا میخوان کار بکنن، تو چه محیط هایی، دو دسته کلی میشن. یا تو میخوای داخل شبکت استفاده کنی برای کار شخصی، بهش میگن آی پی های پرایویت. یا این آی پی رو دستگاه میخوای بذاری، این بره کجا؟ اینترنت. که تو اینترنت چه دیوایس های آی پی دارن؟ روترهای اینترنتی، سایت ها، سرور ها، همه آی پی دارن. به اون آی پی میگن پابلیک. تو وقت میگه آی پی پرایویت، این داخلی، این تو با این آی پی برای شبکه داخلیته. پابلیک یعنی این آی پی برای تو اینترنت با این شناخته میشی. حالا تو باید بدونی چه آی پی های پرایویت هن. تو نمیتونی باشون تو اینترنت بری، نمیتونی. و چه آی پی باهاش اینترنت میتونی بری. آی پی پرایویت کلاس A، چون آی پی تو کلاس A و B و C هم بالاخره پخشن، تو کلاس A آی پی 10 هر چی بعدش باشه این داخلیه، یعنی تو اینترنت نمیتونی با این بری. یعنی اگه کامپیوتری، سویچی، روتری، هر سایتی 10 اولش باشه، این کلو دیده میشه تو ایران، تو خود ایران، یعنی داخلی ایرانه. حالا یا داخل شبکه خودته، یا ممکنه مخابرات مثلا برای این مرکز با اون مرکزش به هم وقت 10 میده. چرا این تو اینترنت نمیتونه بره؟ ای بچه دلیل گوه چرا؟ به خاطر یه آینا دخالت نکنه. تو وقتی میخوای شبکه داخل تو آی پی بدی، زنگ بزنی این آینا بگی یا نه من اجازه میدی، من میگی به من چه؟ سرنج و کلا میذاره کنار، میگی تو هر چی میخوای با هم بده، من تو این سرنج فضولی نمی کنم. چون ببین یانا اینترنتی‌ها رو مدیریت کنه کافیه که تو اینترنت کانفیگ ندن، داخلی‌ها رو کاری نداره که تو هر چی میخوای بذاری. بی مثلا تو در چه حد آی پی داشته باشی داخلی میای پیو میدی اون ده رو میدی، دو به توان 24 تا دیگه 16 میلیون. بی چه آی پی تو اینترنت نمیتونه بره؟ مثلا 72 16 ایکس وای تا 72 31 ایکس وای. تا یعنی چی؟ 72 16 72 17 18 19 20 تا 31 نه تو اینترنت نمیتونم برم. خب برای چی تو اینترنت نمیتونه بره؟ اگه گفتی برای چی گذاشته کنار؟ اگه در حد کلاس B داخل شبکت آی پی داری، چه آی پی رو بذاری که مطمئن باشی تو با هیچ جای دنیا کانفلیکت نمیده؟ اصلا نمیخوای اجازه بگیری دوست داری بذاری 16 میذاری، بعد چرا تو کانفلیکت نمیدی با یه نفر اونور دنیا عین همین آی پی شبکش بذاری؟ چرا کانفلیکت نمیدین شما؟ ها تو اینترنت نمیتونین با اون آی پی ها بدین. شما میگی اگه بخواید تو اینترنت بیاین باید آی پی تون عوض بشه. حالا میگم چجوری عوض میشه. سی آی پی تا الان میدادین یا میدیدین ولی نمیدونید دلیلش چیه همه جایی نمیدین. آی پی 192 168 ایکس وای این آی پی کلاس سیه، اما برای چه شبکه‌ای باید بدی؟ داخلی که نمیخوای زنگ بزنه میگه یانا من آی پی 192.168.1.0 شبکه‌ام میخوام بدم، این تو دنیا به کجا دیگه دادم که کانفرید نمیده؟ نده، کار نداره. الان شما خونه هاتون همتون چی آی پی داخلیتون 1.0، اما چرا شما با شما چرا با هم تو اینترنت میان چی نمیدید؟ نه چرا کانفرید نمیدید؟ نشون میدید نمیذاره یانا از طریق آی اس پی نمیذاره شما با اون آی پی تو اینترنت بری. اگه بری چی میشه؟ همه میفتن بیرون. به خاطر همینه آی پی داخلی تمام دیوایس های داخلی مثل مودم ها اینه، چون نمیتونید به جزیره های هست که تو اینترنت میخواییم بیاین. آهان باید آی پی تون عوض بشه. کی این کار تو خونتون انجام میده آی پی رو عوض میکنه؟ روتر. چی جوری عوض میکنه میگم یا نکن تو آی پی پابلیک میگم. اون آی پی اصلا استفاده نمیشه، میگم اینا استفاده میشن، اونا رزرو میشه برای یه سری کارا. آی پی پابلیک تو دنیا بی صاحبه؟ اصلا میتونه بی صاحب باشه مدیریتش؟ یعنی چی بی صاحب؟ یعنی تو رو روترت، رو مودمت، رو دیتا یه آی پی بدی، مثلا بدی 1111 تو دنیا کسی هم نباشه بگه بابا اینو این داده دیگه کسی نده. اگه یه نفر دیگه بده چه اتفاقی میفته؟ جفت شما از تو اینترنت میافتی بیرون. چه اون آی پی میخواد رو سایت باشه، مثلا آی پی 4 تا بگه آی پی روندی نیست، تو رو مودمت بده. اگه میشد بده چه اتفاقی میافتاد؟ گوگل از کار میافتاد سایتش، تو هم از کار میافتاد. تو به درک تو بگه چقدر سهمی از اینترنت داری، اون
میخوابی. اینجوری نیست. آی پی آی پابلیک تحت گوش بدین نظارت خود یاناه. حالا یه سوال، یانا بگه بیکار از آمریکا هر کس میخواد تو اینترنت بره زنگ بزنه، نه، باید سلسله مراتب خیلی جالب تو تمام کشورها نماینده داره. حالا غیر از این رنج هر چی باشه منهای یه چیزای دیگه که الان میگم تو اینترنت موجوده و دیگه هم تموم شده. یه بار دیگه من نمی‌نویسم آی پی پابلیک، چون آی پی پابلیک خیلی میشه دیگه، من که نه همه رو بنویسم. هر چی که اینا نیست نمی‌نویسم آی پی نمی‌نویسم 2^32 تا آن کنید کنه آی پی تو دونه داریم دیگه. منهای یا پرایویت ها و منهای چیزی که الان میخوام بهتون بگم هرچی میمونه میشه آی پی وی فور پابلیک. تو اینترنت هم داریم نه نداریم. پس چرا تو الان مثلا یه نفر جدید میره مودمش رو ADSL میگیره رانجه میکنه وصل میشه تو اینترنت میره، بلوکی که یانا رفته گرفته از چیز هنوز تموم نکرده، از اون ذخیرهش داره میده. اروپا 2006 به بعد تموم کرده، آمریکا هم 2011 دیگه تا میگم جشن آی پی وی فور رو گرفتن. هر که نشه میگه بیا V6 چقدر میخوای؟ V6 میگه اینترنت بگی 1000 تا بهت مجانی میدیم. خیلی V6 آی پی داره. حالا میگه تو اونجا هم داریم پرایوت داریم، خیلی جالبه. حالا این منهای چیه؟ بینا میگن آی پی رزرو. نکن رزرو. اصلا این آی پی که این پای می نویسم تو نمیتونی کلا استفاده بکنی. چه؟ کلا نمیتونی. هر چی که با صفر شروع بشه نداریم، چون صفرش آی پی دیگه، آی پی صفر داریم. هر چی با 127 شروع بشه من نمیذاره تو دنیا استفاده کنه. چه داخلی چه فلان. هر چی با 169 254 ایکس وای باشه نمیذاره. هر آی پی بیشتر از 224 باشه نمیذاره. حالا اینا رو حساب بکنی خیلی رنج میشه ها. ببین 127 ایکس وای تو ایکس وای چند تا خودش میشه؟ این چند تا خودش میشه؟ 224 تا 255 یعنی چند تا هاست سایدی میره کنار؟ چون 224 ایکس وای زد 225 تا آورد تا 255 همه اینا رو کم کنی من میسم ایکس. از آی پی پابلیک دنیا حدوداً 2 میلیارد بوده. یعنی تو اون چار چیزی که اول بهتون گفتم با توان 32 ببینید به کجا رسید. این تموم شده. 2 میلیارد خیلی کمه ها. تو هر آدم یکی هم حتی اگر بخواد بازم کم میورد 5 میلیارد. حالا یه مشکلی پیش میومد. پیش اومد. چه مشکلی؟ کمبود آی پی پابلیک. چون عدید آی اس پی انگار چند نفر تو اینترنت هم؟ یه نفر. ولی جهالا تو 20 سفر داخلی چیری این کار انجام میشه؟ گوش بده میگه داخلیاتو همون چی بذار؟ اونه که نمیخوای اجازه بگیری چی؟ حد کلاس در حد 256 داشته باشه چی رو بذاری که راحت هم همینی که میبینی؟ من میذارم 192 168 10 24 قبوله؟ آخری با کی کانفلیت تو دنیا میده؟ با هیچکی. حتی با خونه بغلیت کانفلیت نمیده که اونم ADSL داره. چرا؟ شما دوتا از روتر رد نمیشه. با چی میان تو اینترنت؟ با اون تکیه. یه تکیه اون داره، یه تکیه این داره. این تکیه با هم کانفلیت میده؟ با چرا نمیده؟ الان گفتم سلسله مراتب که یانا میده، تو پارس آنلاین و شاتر رو مودم رو DSL سویچاشو که تو مخابرات DHCP رو میده، پولش فقط اون بلوکه است. هر کس که پی پی آی بهش میزنه یه دونه بهش بیشتر نمیده. امکانا تو دی سی بی نداره به دوتا کامپیوتر چی بده؟ دوتا مودم ایدی چی بده؟ عین هم بده. پس با این مکانیزم سلسله مراتب تو کل دنیا اون آی پی که رو مودم توه برای توه. حالا یه سوال، پس تو این 254 نفر داخلی چی جوری میرید اونجا؟ آها، میدی به روتر. ببین عین این پلن پاکش کردم عین اون پلنه تو میدی به گیتوی روتر بسته رو که میگیره از گیتوی قسمت سورس آی پی رو که داخلی دیگه پاک میکنه چی رو جاش میذاره؟ اون یه دونه رو. به این تکنیک آی پی نت شده. اگر تو نت رو
قابلیتش رو مودم اتصالات انیبل و دیسیبلش کن. چند نفر تو اینترنت میتونن برن؟ هیچکی. چرا هیچکی؟ مودم فقط میتونه. مودم که تو نیستی. یه کاری کنی میتونی یه سیستم بره تو اینترنت. بگو نه. پی پی او ای رو خودت رو کامپیوتر بساز. دی ام زد که چیز دیگه است. اگه نتو برداری خب دیگه پی پی او ای نمیتونی بسازی. چون یه نفر میتونه بره دیگه. نتو بردار بعد رو کامپیوتر خودت پی پی او ای بساز. همون جوده پس دیگه آی اس پی مت میده. همونو بزن. بعد فقط چند سیستم رو تو اینترنت؟ یکی. مودم از پی پی او ای بردار رو مودم ادسل چی بذار؟ بریج. بریج یعنی چی؟ یعنی فقط این دستتو مودم با این دستت بین هم چی بزن؟ پل بزن. خودت اینجا نقش چی رو داشته باشه نظره؟ هیچ هویج. یعنی فقط سیگنال رو رد کن. پل بزن. این بریج با اون بریجی که دیروز گفتم فهمم. آره اصطلاحش عین همه. آره این بریج که میگن دو تا اینترفیس رو بریج کنی خودش بره که نقش روتر رو بردار سوئیچش کن. دو تا پل میشه لایه 2. سوئیچ دیگه سوئیچ. دیدم یه سری از کامپیوترها رو باید روی خودشون یوزر پسورد زد. آها اون بخاطر همون یکی میخواد بره. اون بچه درد نمیخوره گفتین اون کامپیوتر کامپیوتریه که تو اینترنت میخوام ببینیش. اف تی پی سرور رونه. یه دوربینه. چیزه؟ دستگاه دی وی آره. البته با پورت فوروارد. آها اونم میشه اما اون دیلی داره. اون اون زوده نت تیبل رو باید دستکاری کنی. نتورک آدرس ترانزیشن. اما شما پابلیک نه اون چه پابلیکتون؟ داینامیک اون آی پی رو اگه ایشون تحویل بگیره یا خود تحویل تو خودت در مودم ادیسه به نام تو اون خط تلفن فرصت فتا 30 ثانیه لایه اون سایت رو ببینه با آی پی تو میرسه سریع یا دسترسی 30 دارن شبکه‌ای دارن به کل آی اس پی ها دارن تو نمیخواد اجازه بگیرن تو کل دیتابیس آی اس پی آی پی سرچ میکنه میرسه به پارس آنلاین دور اون چیز شماره تلفن خونه توه برای کی دادگاه نامه می نویسه آفرین برای بابای بنده خدا حالا کی بوده؟ پسر احمد کجا این پسر احمد بوده؟ نمی فهمی چرا نمی فهمی؟ داخل خونه تونم که شبکه کوچیک دارین دیگه چی نداشتی تو؟ هم که هم گفتم به ایشون نرم افزار لایک چرا نمیرسه به اون اسم اون آی پی که رو گوشی اون پسر احمد مثلا اون موقع بوده چون آی پیه تو مودم ADSL فقط ثبته مودم ADSL هم وقتی که اون رفته از تو جدول اون DHCP چیکارش میکنه؟ پاکش میکنه آفرین بابای تو رو میگیره بنده خدا بابای تو تقصیر نداره که تو هم تقصیر نداری برای تو عدیده بابای تو که تو رو مثلا گوشه مدیر ادمین مثلا آیتی خونه تو مقصری الان دیگه میفهمی امکان نداره اگر یه نفر زنگ میزنی بهش بگی آی پی نت شده اون بگی آره نت شده تو نمیتونی دقیقاً تو اینترنت آی پی اصلیشو ببینی دو نفر تو اینترنت با هم چت میکنن میتونن بفهمن آی پیشون چیه اگه بفهمن چیو میفهمن فقط میدونی کدوم مودمه الان ایشون تو بریک به مودم ADSLش وصل تو خونه کامپیوترش به من نشون داد کدوم آی پی رو زدی آی پی ونشو زدی اینترنتی میگم ون میگم این ون گفتم آی پی ون چیه یا آی پی اینترنتی چیه یا آی پی پابلیک چیه یعنی چی همش یه معنی داره اگه گفتم آی پی ولید چیه اینو فوش دادم به تو البته تو باید جواب فوشش هم بدی بگی بله آی پی اینترنتی من پابلیک من همون ولید تو میگیه پابلیک هم دو نوع داریم ما گفتم چی بذار بنویسم فقط نگید استاتیک آفرین الان بیشتر پابلیک تو حالت پیشورد کدومی که از اینا شما هستید؟ همه؟ نه چرا نمیشتم؟ اینو دانم که بردم حواسم رفت جای دیگه شما داینامیکی بعد میشه استاتیک استاتیک به درد کجاها میخوره؟ سی سی تی وی مثالشه هر جا که گوش بدین هر جا که یه چیزی رو از داخل شبکه عیناً میخوای تو اینترنت ببینی کجاها؟ دیتا سنترا هاستینگا یه سیتر گو سی سی تی وی یعنی چی؟ دور اومده بسته الان شما تو برجتون ساختمون تو خونتون هر جا انباری یه دوربین داری تو مغازه تو مغازه دوربین داری آی پی که رون ست میکنی چه آی پیه؟ داخلیه دیگه مثلا سنبا یک شیش نه داخلیه پرایویته داخل شبکه میخوای بریش آی پی تو براوزر میداری میبینی دیگه بعد تو این سلندی نمیتونی ببینی چرا نمیتونی ببینی؟ آها پرایویته
باید زنگ بزنی آی اس پی که اون حالا مغازه یا بقالی رفته اینترنت گرفته، بگی آقا آی پی منو چیکار کن؟ نه آره دیگه، میگی پابلیک هست، میگی داینامیک چه با استاتیک کن، یه تکابی بهت میده، این دیگه تموم نمیشه. البته حتا هر ماه پولشو میگیره ها، ما 5 تومن 5 تومن 7 تومنه یه مگ داشته باشی رایگان میده به بالا، ولی زیر یه مگ 5 تومن 7 تومن میاد. آی اس پی واسه بقالیشو فرق داره، تو میگی ما 5 تومن میدی، اون آی پی تا آخر عمر برای توه. ولی جالبه که الان کماکان اون آی پی به کجا بس نیست؟ به دوربین. اون توی مودم ADSL یا روتر یه تنظیمی داره چیه؟ دی ام زد. میگی این آی پی اگر به تو اینترنت من تو براوزر زدم تو نیستی، پاس بده به کدوم؟ به اون. نه اصطلاحش اون آره اشتباهه، تو مودما دیگه ولی دیگه مودم شبکه نظامیه کارو ندارم. نه منظورم اینه که خود پورت دیدی میگن پورت این رو روترش بازه، پورت اینو باز کن رو فایروال، پورت این چیز چیه؟ آها آفرین، این چیه؟ نگاه کن ما یه پورت فیزیکی داریم همونی که تو دیواره، اون که کارو نداریم در دیوار میبینی پورت فیزیکی برای شبکه، این پورت پورت مجازی لوجیکاله. چیه داستانه؟ نگاه کن، این همونه میده اینجا. نگاه کن این بابایی اینترنته، این روتر شما، این هم مثلا روتر اون شرکته، مثلا یاهو، این سرور یاهوه. آقا گوش بده، پیش مثلا 2 3 4 5 این هم کامپیوتر خونه شماست. خب نگاه کنیم، مثلا 20 مثلا 1 10 شما وقتی براوزرت رو باز میکنی اینجا چی مینویسی؟ www.yahoo.com. الان شما باید بدونید یا بدونید این چجوری این به یاهو بس میشه. اول یاهو نمیدونه کامپیوترش چیه، میره از DNS داخلی شبکه، هر شبکه داخلی یه DNS میخواد. حالا سوال تو خونه شما DNS سرور کیه؟ مودم است. اگه بری ببینی همون DNS IP مودم است. حالا مودم مگه میدونه همه سایت ها کجاست؟ نه، خودش هم از ISP میپرسه بعد جواب میگیره به تو میده. حالا کار ندارم، کش میکنه اونم بلد نیست، اونم DNS میره همه بالا بالا ولی همه کش میکنه. اگه کسی بخواد DNS بشه 4 تا 8 ها خودش بشه، نه نمیتونه، چون DNS سرور روتین تو اینترنت یانا میگه کیا باید بشن. واخه زیر ساخت حرفه‌ای میگه تو کل دنیا تو میخوام بپرسن با چه برنامه‌بانی یمک خود. حالا این تبدیل میشه به آی پی رو یاد گرفتید. پس در حقیقت پشت پرده برادر تو چی میزنه؟ 2 3 4 5 این سواله. تو وقتی که میگی روتر منو ببر روترم همین کوچیک 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 تا اونجا میبره پس ها رو نگاه کن، وقتی به این کامپیوتر میرسه این چقدر پروتکل روی سیستمی چقدر اون کارمند اونجا داره؟ دست دیروز گفتم 2 به توان 16 تا، بعد تازه گفتم 1024 تا پروتکل داریم. این با چه سرویسی از سایت یاهو کار داره؟ چیشو میخواد ببینه؟ با پروتکل HTTP کار داره، قبوله؟ چون یاهو چی هم داره؟ پاپ تی وی داره، SMTP داره، گفتم دیروز. حالا یه سوال، این کامپیوتر تو کجا کدوم مراحل میاد یاد میده به کامپیوتر عزیزم ما با پروتکل HTTP کار دارم نه مثلا پاپ تی وی؟ سوالو چجوری شبکه کارو حل کردن؟ که تو من وقتی به تو میگم چجوری به تو بگم آقا من با اچ تی تی پی کار دارم، چون همه اون یه آی پی داره اما چند هزار تا سرویس ترانسفر پلیر. میگم چی با پورت حل میکنه؟ پورت یه عدده، به هر کدوم از اون پروتکل ها یه عدد نسبت دادن، اون عدد هم امکان نداره دوتا پروتکل یه عدد داشته باشن. تو با دیروز که گفتم نمیخونه، چی نمیخونه؟ دوتا پروتکل یه کار کنن، نمیتونه. بعد 2 به توان 16 تا پورت داریم، 1 تا 65535. حالا جالبه، یعنی 65000 تا پروتکل اختراع شده؟ نه، یه سریش اختراع شده یه سریش بازه. بعد این چی؟ تو میتونی اختراع کنی بده یانا، یانا برام تو ثبت کنه، یا نه برنامه های عبدالخیاری خودت که دو اینترنت میخوان کار کنن پورتی هم هنوز بر کسی بر نداشته را موقت رو اون پورت بندازی. بعد نگاه کن تو کامپیوتر مبدأ توی لایه 4
UDP و TCP نمیخواست مدیریت کنه، این پورتو میچسبونه. یعنی کامپیوترات ها تو لایه 4 که میاد چی میچسبونه برامون؟ آی پی پورت HTTP. HTTP پورتش 80ه. برای همینه که میاد تا سایت یاهو. سایت یاهو مثل مالتیپلکس تو دانشگاه میخوندی، مثلا فکر کن اینجا 1000 5000 تا سرویس، اما یه دونه آی پی اینجا. چیه تو رو پاس میده به پروتکل 80 HTTP. میدونه با 80 کار داره. امکان نداره 80 تو یه جایی تو دنیا چی باشه، مثلا FTP باشه. این رزرو شده، نمیتونه کسی سویچی روتری کامپیوتری پورتشو عوض کنه. اگه پورتشو عوض کنه با چی مشکل پیدا میکنه؟ با همه. چون میگه بابا این برای وبه. بعد اینجوری مشکله. یعنی بازم اسم پروتکل تو بستر نمیره. چی میره؟ عدد میره. معروفا رو باید شما بلد باشید. نمیخواد 65000 تا رو حفظ کنید، اما در حد 15 تا پروتکل معروف رو تو همه مسابقاتتون میپرسن. اگه بلد نباشی میگه تو نمیدونی این پورتش. چون اگه پورت بلد نباشی، مثلا رو مودمت، رو روترت، اگر بخوای جلوی ترافیک رو بگیری الان میفهمین. نمیگی HTTP بلاک، باید چی رو بگی بلاک؟ عدد. اون اد آفری. این معروفه رو باید بلد باشی. من می‌نویسم از شماره 1 معروفه رو براتون می‌نویسم. اونو که معروفه، یک معروف میاد تا پورت 20. 20 و 21 چی هم؟ FTP. یعنی الان میفهمی شما کار داشت دارین با یه FTP سرور، میگی دیتا تو رو هارد به من بده، نمیگی FTP. چی میگی؟ میگی 20. بعد اون با 21 به جواب میده. دو تا پورت داره FTP. حالا آره، این یکی شیده که کانال دیتا چه سیگه است. 20 بس نه، دو تا پورت داره، ولی روی یکیش دیتا نمیگیری. یکیش کنترلیه، دومیش برای دیتا. 20 21 22 22 چیه؟ SSH. فهمیدی گفتم سویچ و روتر را دور میخوای کانفیگ کنی، دیتا هایی که میخواد بفیزی کامند رو تو SSH چیکار میکنی؟ اینکریپت میکنی. تحت چه عددی میگی عزیزم؟ روتر جان، سویچ من با SSH میخوام با هم صحبت کنم. نمیگی SSH، میگی 22. حالا یه سوال، تو میخواد تو خونتون تو شرکتون یه کاری کنی کسی نتونه ببینه و SSH بزنه، چیکار میکنی؟ آفرین. یا پلاک میکنی یا مثلا الالو میکنی. 23 چیه؟ تلنته. همون SSH که همه چی نداره؟ نداره، رم نداره. بدون رمزه، یعنی کتی که مثلا ببینی تو چی در دو بدل میکنی. برو 24, 25, 26. آها 25 راست میگه. 25 تلنت یعنی سکیور نیست. اصلا نه، تلنت همه آی اس پی رو میبندن که تو نتونی بری اون ور چیز کنی، هک بشی. بس برای آی اس پی شرط درست کنم، چون آی اس پی باید گزارش بده به پروسواتر که بابا این اونجا داده هک شده. 25 SMTP. SMTP برای چیه؟ الان میفهمی تو به یاهو نمیگی ایمیل منو بفرست. اون تاکس که زدی، اینتر زدی، برای که بهش بگی میخوام بفرستی، چی رو پروتکل SMTP رو فرا میخونی؟ رو بستت 25 رو میزنی، اون میفهمه این ایمیله، بایدن بفرسته. 26, 27, 28 نداریم. سکیورش 95 بود. بکنم بعدیش 5 نه، 700 اون خورده ای باشه. تو اون این چپتوله میکنه توی یه پورت دیگه. سکیور میکنه. حالا دیگه بدون سی دشه. میاد پورت 30, 40, آها. 53 خیلی پروتکل مهمی. این که اون DNS. تابلوترین پروتکله. یعنی بعد از HTTP اینو کسی بلد نباشه میگه تو واقعا نمیدونی DNS چیه. چون DNS اگه کار نکنه عدید ملت چیه؟ اینترنت قطعه. پورت 5 تا میفهمی وقتی که یه سوالی رو میخواد از DNS سرور بپرسه، نمیگه DNS سرور عزیزم این چیه؟ به زبان کامپیوتر چی میگه؟ به آی پیش درخواستش میفرسته، اما میگه آی پی 2.53. از اون 53 چی میفهمه آی پی این؟ با سرویس دی ان اسش کار داره، نمیده به اف تی پی. چه اینجوری باهاش هم صحبت میکنم. میره 50 67 68 67 و 68 دی اس سی پی. اینا خیلی معروفه. الان شما داره مودم ایدی اس آی پی میگیری، چی رو به مودم ایدی اس میگه؟ با دی اس سی پی تو در اختیار من بده، آی پی به من بده. نمیگه دی اس سی پی. دی اس سی پی نمیفهمم میگه چی. 67 اون رو 68 به تو آی پی میده. یعنی جالب، اگه یه گیجی رو فایروال شبکه اش بیرون بره مثلا پورت 67 رو ببنده، دی اس سی پی کار میکنه؟ نه،
معلومه کار نمیکنه. 67 68 اون دایره میاد ترن چیزی میده. آره 4 دیگه پورت لایتیس چیز میده 4 ترانسپورت. وقتی آی پی نداره تو لایه 3 چه اتفاقی میفته؟ وقتی میخواد هدر میشه این هدر میشه تو پکت میاد پایین. اون اونم اول باید لایه 3 رو رد کنه بعد میاد بیرون دیتاگرام بغلش چسبیده پورت 67. منظورم اینه که بعدش میخواد بیاد تو لایه 3 دیگه. وقتی خب آی پی نگرفته تازه میخواد با دی اچ سی پی برقرار روتر رو میگی مثلا یه دیوایس. نه نه اینو میزنم به وای فای بس میشنم میخواد آی پی بدینه. آها دولتر اولش پیغام چیز میفرسته DHCP دیسکاوری میفرسته برادکست روی آی پی روی مک 12 تا اف جار میزنه میگه DHCP سرور کیه بعد فقط یه سیستم بهش جواب میده بعد اون بگه میگه ها خودت این خواستم گیرت بیارم آی پی شو گرفته حالا از باش میگه خودت آدم آی پی بده بهش میگم برادکست اولین پیغام DHCP برادکسته به خاطر تو اگه DHCP سرور تو شبکه داری همه کامپیوترها میخوان آی پی بگیرن از همون یه دونه تو نمیتونی 4 تا ویلن داشته باشی چرا چون براکت از هر ویلن رد نمیشه به خاطر این باید 4 تا دیسی رو بندازی تو دور سیسنه روی روتر یا سویچ لایه 3 4 تا باید اسکوپ بسازی بعد هر کدوم بگی این برای این ویلن این 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 حالا بمونه شبکه داخلی ما یه دونه داره پیش بر تو خونه ها میرسیم 70 نداریم نداریم ما معروف نیستش 80 نه 1-2-3 هست فکر کنم 1-2-3 نه یادم نیست معروف نیست اگه مرزنی مرزنی که زیاد چیز نیست مثلا یک دو کنم یک دو سه یادم نیست هشتی که تابلوه ببین کسی اینو بلد نماشه میگم خودتون همون کانتر بازی تو کن هشتاد هشتاد هشت بکنم چیز باشه نه بابا 443 من دارم هی میخوام تا 90 برنده تو دارم میگم هشتاد دارم تو مغزم اسکم میکنم یانا رو 90 100 آها 110 بعد شش یه سایت انگار مثل فیلتره ده بابا نشون میدهی اون بشه پاپ تیری ساده توی کتاب من همه رو نداشتم کل پورتا یانا هرچی بود تو 5 ساعت همه رو کپی پیس کردم راحت پاپ تیری 110 بعد میره این خیلی مهمه این چه HTTPS همونی که تو وقتی سایت سیکیور میخواد حرف بزنه دیگه نمیگه پورت 80 به اون میفهمونه که با رمزی با هم حرف بزنیم چی میگه؟ 443 میگه 443 اون اوائل هم که فیلتر کردن فیسبوک و اینا رو اونم ما میزنیم خب نمیدونستم یه اون فیلترین که ایشبه میگونه کیه نمیم کنه ملت چجوری میره بعد همونو میره میبندم یعنی تو اگه یعنی تو اگه یه های فیلتر چگنگی رو بولی دهنت ببندی ببندی یا نه که فقط به کسی نگی یا به کسی نگی یا به هیچی نگی هیچ وقت اون چیز فیلتر نمیشه اون راهه تو میگی به دستم یارو میرسه خودشم یه موقع استفاده میکنه تو رو فیلتر میکنه یه تبدیل آی پی هستش که آی پی کالکولیتر نمیدونم دقیقاً چیکار میکنه آی پی تبدیل به یه شماره نه در عربی میکنه نه اون یه سری سایت ها هستن چیز میکنه تو میگه عوض آی پی به من بدی این شناسه رو بده من خودم اینجا چیزش میکنم آی پی کالکولیتر رو میذارم دورش رو اول پینگش میگرم سایت رو آی پیشو میدارم خب اون که ایچی توی اون سایت اگه توی اون آی پی چند تا سایت مختلف بود بعضی وقتی مثلا میشون توسیه بگید آها اون آی اس پی و مکان فیلترینگ رو به اشتباه وامی داری نه نه چیه؟ ببینید اگه اون آی پی بر اساس به اون سایت تخصیص داده شده بودش اونو یه کلکولیت میکردش بر اساس یه شماره یه شماره 16 رقمی چرا به من میداد اون شماره هر من میزدم یا سایت میفید حالا چطور راه جدی من اونو بهش بر نخوردم ولی اگه باشه خیلی جالبه استاد الان یه سایت من مثلا میاد فیسبوک رو فیلتر میکنه بعد شما گفتی اوایل که فیلتر کرده اون مثلا اسمی فیلتر کرده بود نه با اسم ماشین اسم نمیفهمه وقتی که ما میزنیم که فایر والا فیلم اسمم میفهمم آها فایر والا فایر والا آدم مثلا میگم روتر فایر بال اول 80 شو بسته بود دیگه اون نمیدونستم بعدا هر کی ملت راه گیر آوردن اونم پرفکت داشت مثل دو پلیس میمونه 443 بعد آها پورت های دیگه تقریبا زیاد مهم نیست اما این پورت خیلی مهمه پورت مثلا 1723 این چیه همون که امت قیور برای کارهای حرفه‌ای میرن پی پی تو پی وی پی ان یعنی هر کی میگن وی پی ان رو بستن پی پی تو پی بستن وی پی ان که نبستن که خود اسم وی پی ان رو آی اس پی یا رو فایوال اصلی مملکت 1723 گفتن نره دیگه نمیتونیم پی پی تو پی بری حالا ملت وی پی ان دیگه میان میرن پی پی تی پی یا پی پی تو پی بعد آخریش هم که اینم بعد 3389
چیه؟ ریموت دسکتاپ. حالا ریموت دسکتاپ فردا انجام نمی‌بینی. یعنی چی؟ تو می‌خوای کامپیوتر دیگر رو از راه دور تو ویندوزشو کانفیگ کنی مثلا نه راست. می‌تونی دسکتاپش اینجا ببینی. به شرطی که پورت ریموت دسکتاپ اول کجا باید باز کنی؟ رو خودت، رو اون. بعد چجوری بهش وصل میشه؟ فردا اینو میگم. بقیه پورت آقا جون نه اینی که مهم خیلی نداریم. مهم نیست. مثلا 1080 برای چیه؟ کیریوه. پورتی که پراکسی کیریو رزرو کرده برای کیریو. بعد جاله الان میخوان کیریو رو ببندن وی پی ان رو چیکار میکنه؟ مگه خوده بره کل سرورهای دنیا آی پی شو ببینه تو به چی وصل شدی؟ این چیکار داریم؟ میگه تو هر آی پی تو دنیا بود اما 1080 بود ببندش. بعد کیریو هم از کار میفته.